شورای عالی مقاومت از سازمان همکاری های اسلامی خواست که طالبان را عضویت ندهد. با گزارش روزنامه 8 صبح کابل، شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان از سازمان همکاری های اسلامی خواست است که طالبان را در نشست خود که قرار است در 19 دسامبر در اسلام آباد برگزار شود دعوت نکند. این شورا امروز 17 دسامبر با نشر اعلامیه گفته است که از تصمیم سازمان ملل متحد مبنی بر رد درخواست نمایندگی طالبان نیز حمایت میکند و از سازمان همکاری های اسلامی میخواهد درخواست عضویت طالبان را در این سازمان رد کند. اعضای این شورا از نشست ویژه سازمان همکاری های اسلامی در پاکستان خواست است از طالبان در این نشست دعوت نکند و به حمایت همه جانبه خود از مردم افغانستان ادامه دهد. این شورا گفته است که اقدامات طالبان در جریان 4 ماه گذشته سابقه اسلامی نداشته و با اهدافات استراتژیک سازمان همکاری اسلامی مصوبه کنفرانس 2018 استانبول مبنی بر مبارزه با فرقه گرایی، ازن نژادی، تروریسم سازگار ندارد. روی عالی مقاومت که رهبران پیشین حکومت و جهادی تشکیل میدهد، سازمان همکاری های اسلامی خواست است که ادامه کار نماینده جمهوری اسلامی افغانستان را در این سازمان تایید برای ایجاد یک حکومت اسلامی فراگیر در افغانستان فشارهای لازم دیپلماتیک وارد کند. اعضای این شورا از اعضای سازمان همکاری های اسلامی خواستند که در زمستان پیش رو مردم افغانستان را تنها نگذارد و کمک های بشردوستانه ایشان را از طریق سازمان ها با اعتبار اسلامی و بین المللی با هماهنگی شورای مردمی قریه ها و ولسوالی ها توزیع کند. همچنان این شورا فرار محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین را غیر مسئولانه خوانده و گفتند که او با این اقدام دستاورد بساله را به دست گروه تروریسم به حراج گذاشته است. باور از این شورا اشرف غنی یک شبه همه ارزش ها را قربانی خواسته های خود کرده است و مردم افغانستان هیچگاه او را نخواهد بخشید. اعضای شورای عالی مقاومت ملی را مارشال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، عبدالرب رسول سیاف، محمد یونس قانونی، محمد محقق و محمد هادی ارغندوال تشکیل می دهد. این شورا دستی که میزان سال جاری از آدرس نامعلوم اعلام موجودیت کرد و برنامه کاری خود را در 2 بخش توضیح داده بود. شکر از این که ما را تا این دم بیننده بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.